دوستان سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. مایکل عزیز با ماست. سلام به همگی، امیدوارم که هر جا هستید سر حال و سر کیف باشید. مرسی که اومدی مایکل. قربونت برم. مرسی از شما که دعوت کردید. مرسی که دعوت منو پذیرفتید. سلام به همه دوستانی که دارن ما رو می‌بینن. قربون همگی، سلامت باشین، شاد باشین. ما طبق معمول بازم میگم با رادیو این، ببخشید ما رو. بله بفرمایید. خب دوستان عزیز، برگشتیم با شما در ادامه برنامه. وقت اون رسیده که معرفی کنم مهمان عزیزمون رو، کسی که تو این مخصوصا یک سال یک سال و نیم گذشته خیلی ها به فکرش بودن، خیلی ها نگرانش بودن، خیلی ها دلواپسش بودن. و چرا؟ چون دوست داشتنی و همه هم دوستش دارن، هم مردم عزیز و مهربانی که در همه جای دنیا میشناسن، هم هنرمندان خوب کشورمون. مایکل عزیز سر حال و سر کیف در کنار ماست. مایکل جان خیلی خوش آمدی. قربونت برم نیما جان، مرسی، خیلی ممنون از دعوتت و سلام دارم خدمت تمام انسانهای خوبه که دارن ما رو صدای ما رو میشنون و به این برنامه توجه دارن و اونایی هم که شاید بعداً گوش بدن این برنامه. بله، هم از طریق اینستاگرام هم دارن میبینن ما رو، یاد از طریق اینستاگرام دارن میبینن. سلام به همگی، سلام، هزاران درود، هزاران بوسه به روی ماه تک تکتون، همه انسانهای خوبی که در تمام دورانی که من بدترین روزای زندگیمو گذروندم با من بودن، همراه بودن، برام نوشتن، اونقدر انرژی خوب به من دادن که شاید بگم در روز من هزار بار گریم میگرفت از عشقی که این همه انسان خوبی که ما داریم انقدر هنرمنداشون رو دوست دارن، انقدر با احساس، انقدر خوب. تازه حس کردم بعد از 29 سال که دارم برای هموطنان برنامه اجرا میکنم در تمام جای دنیا که ایرانی پا گذاشته من اونجا بودم، تازه حس کردم چقدر منو دوست دارن. بله. خداییش اون حس خیلی خوبی به من داد، با اون که تو حال و هوای بسیار بدی بودم، بسیار بدی. من اونقدر حالم بد بود که یه ثانیهش رو برای هیچ موجودی آرزو نمی کنم. واقعا شوکه بودم که این همه عشق و محبت توسط دنیای مجازی، فیسبوک، اینستاگرام، تلفن، همه چی، تلگرام، همه چی پیغام گرفتم و فکر کنم اینا حال منو خوب کرد. خدا رو شکر. خیلی سریع کی متوجه شدی، متوجه این بیماری شدی؟ چقدر وقت پیش؟ ببین من تقریبا 2 هفته پیش شد، 1.5 سال که با سرطان جنگیدم. 1.5 سال پیش بود که بالاخره فهمیدن من چمه، بخاطر اینکه من وزنم رو داشتم کاهش پیدا میکرد، پایین میمد نزدیک 25 کیلو یا 45 پوند وزن کم کردم. آخر سر پیدا کردن که من مبتلا به سرطان هستم، سرطانه که یه نوع سرطان خونه. بله. که تو دنیا خیلی کمه، نادره، خیلی نادره و دکترهاش هم خیلی کمه، یعنی متخصصاش هم خیلی کمه، ولی که خدا رو شکر من با 5 تا متخصص خوب در آمریکا که یکیشون که دکتر من هستش متخصص من دومیه تو جهان، برکلا، آره، اونا بالاخره حال منو خدا رو برگردوندن منو به زندگی. بسیار عالی. علت اصلی که اینو پرسیدم این بودش که متاسفانه بیماری سرطان الان در کل دنیا، در تمامی ممالک، همه جا به وفور متاسفانه دیده میشه. و ولی از یه جهت دیگه خوشبختانه این رو میدونیم که دیگه مثل 30 سال و 40 سال قبل نیست. اگر هست رسیدگی بهش بشه. همونطور که میبینیم مایکل ماشاءالله بزنن به تخته سر حال و تونست پشتشو به خاک بزنه، پشت سرطان رو، و غلبه کنه برای این بیماری. و کسانی هم هستن که این بیماری رو دارن، خب توی فامیل خود من هم الان متاسفانه هست، ولی خوشبختانه روحیه خوب دارن مبارزه میکنن و خیلی راحت میشه این انرژی رو از مایکل و امثال مایکل گرفت و مبارزه کرد و به علم، به توسعه علم اعتماد کرد و زندگی رو دوباره از سر گرفت.
ببین تنها چیزی که من این اتفاق تو زندگی من افتاد، منو برد به یه راه دیگه، منو برد به یه جای دیگه که الان همین الانی که اینجا نشستم نزدیک به 5-6 نفر رو کمکشون کردم، راهنمایی درستشون کردم. من روی پلتفرم یه جایگاهی الان ایستادم که از جایگاهم یه جور دیگه دارم استعاره مردمو میخندونم، شومو اجرا میکنم، مردم لذتشون برن، اون وسط 2 دقیقه وقتشون رو میگیرم که راجب سرطان صحبت میکنم و راجب اینی صحبت میکنم که هیچیو پشت گوش نندازیم. الانم امروز روز 92% به بالا سرطان ها رو میتونن جلوشو بگیرن، بله. نه که از بین ببرن، جلوشو میگیرن که مریض مریض نمیمیره، ولی اینا همش مستلزم اینه که به موقعش برن. دقیقا من همش دقیقا. صحبت من اینه که به موقعش برن. الان مثلا جای دیگه مصاحبه داشتم، شماره تلفنم رو دادم، مردم زنگ زدن، از من از خانومم راهنمایی گرفتن، اطلاعات گرفتن، همه رو به راهی که باید برن من فرستادمشون. بارک الله. مثل وکلا میمونن. شما وقتی تصادف میکنی مسلما میری پیش وکیلی که کارش تصادف تجربه داره در این کار، بله. برای اون کار تجربه داره. شما تصادف میکنی نمیریم برای پیش بیزنس لویر یا ریل استیت لویر، بله. اینم همینه، باید بریم پیش متخصصی که دایگنوز شدین چی دارین، بریم متخصصش رو پیدا کنیم، لمس کرده اون جریان رو، بله. تجربه کرد. میدونید شخصیت اون دوست صمیمی تو داری یا داریش عزیز آخه اونم همون رشته ای که خودش چیز داشته، الان مقدار خیلی زیادی الان سالهاست که دیدیکیت کرده، صد گذاشته، همه کار کمک میکنه. ما همه تو این دنیا هستیم به یه دلیل، بله. من مریضم که شدم، روزی که به من گفتن سرطان داری، خیلی برخوردم با دکتره طوری بود که دکتره شکش بود، گفت تو حالت خوبه؟ گفتم بله. گفتش که گفت نه جدی حالت خوبه؟ گفتم نه اونجوری حالم خوب نیست، به خاطر اینکه شما الان به من گفتی من سرطان دارم پس حالم خوب نیست. گفت نه الان حالت خوبه، سرگیجه، دلشوره، التهاب، نمیدونم، حالت خوبه؟ گفتم آره حالم خوبه، بگو چیکار باید بکنیم. گفت تو شکستش میدی با این اتیتودی که تو داری. بله خیلی مهمه، خیلی روی گفتم خب باید جنگید. من تو فوتبالم که بازی کردم، بله. دیدی من 10 تا گلم عقب پاشیم تا اون ثانیه آخر، من اگه شده یه گل بزنم بعد بزنم، چون بازی 90 دقیقه است. دقیقه. بازی از وسط نمیتونی ول کنی بری بگی ای بابا تیممون ضعیفه. اینه که اون کاراکتر من یه آدمی ام که تا ثانیه آخر بعد بجنگم، واسه همین حالا من جنگیدم، خدا رام تشکر میکنم، شانس داشتم، دور و بریام همه خوب بودن، انسانای خوب برای من پیغامای خوب فرستادن، اینا همش با هم جمع شد با اتیتود من اینو شکست دادن. خدا رو شکر، واقعا خدا رو خدا رو شکر. مایکل علاوه بر اینکه در خب سالهاست در جامعه هنری افتخار آشنایی باش دارم، خب چندین سالها با هم فوتبال بازی کردم. مایکل خیلی فوتبالش بهتر از منه، ولی خب افتخاری داشتیم با هم بازی کردیم. فوتبالیست بسیار خوب، انسان خوب، هنرمند همه فن حریفه. حالا بیشتر گفتگو خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد، سوالم زیاد دارم از مایکل عزیز. فقط خیلی سریع، کارت شما از سال تقریبا اوایل دهه 90 93 94 شروع کرد، درسته؟ دقیقاً 94. و من فکر میکنم 100% خوانندگی میخواستی خواننده بشی، ولی دیدی در درونت چیزهای دیگه این هم دیدی که میتونید مثلا یونیک و خیلی منحصر به فرد بشه به قول خودمون در فارسی. دقیقا تو این راهی که من اومدم، من همه جا تو مصاحبه هم گفتم نیما جون، آقای فیروزکار روحش شاد، روح شاد واقعا، آقای پرویز فیروزکار یه دوست واقعا نازنینی بود با من و افتخار میکردم به دوستیش و خیلی دوستش داشتم، روحش شاد باشه، همه من دوستشون داشتیم، بله. ایشون منو هلم داد تو این راه تقلید. من داشتم میرفتم خوانندگی، آلبوم تهیه کرده بودم، اول با آلبوم ارمنی میخواستم بیام بیرون که خرجش یه ذره کمتر بود، بخاطر اینکه خب آهنگای فارسی قیمتاش یه ذره بالاتر بود، با آهنگای ارمنیش میخواستم شروع کنم که توی مهمونی آقای فیروزکار منو دید و دید من تقلید صدا میکنم واسه خندوندن دوستام، بعد دیگه داستانش طولانیه، ولی از اون شب به من گفت تو برو تو این راه،
این بله. کارو هیچ کس نکرده به این صورتی که شما داری میکنی هیچ کی نکرده. درسته. حالا داریم میریم آگهی رو بشنویم، آهنگ نامه رو بذاریم بعدن، چون میخوام کامل آهنگ پخش بشه چون زمان کم میاریم. پس پیام‌های بازرگانی رو میشنویم، با شما عزیزان همراه خواهیم بود. خب دوستان عزیز در اینستاگرام، بله مایکل عزیز از همبازی‌های خوب فوتبال من بود. افتخاریه که با مایکل مدت‌ها بازی کردیم، الان مدتی دیگه اون تیم فعلا نیستش. اون تیم نیست. آره ولی خب یه ماه پیش تقریبا یه بار با هم بازی کردیم و حالا به مایکل گفتم که اگر بازی کنیم تشریف میاره و در خدمتش باشیم و افتخار بده. مایکل جان متولد تهران هستی؟ بله. کجای تهران؟ وسط تهران. می‌خواستی بگی هزار بیمارستان به دنیا اومدم. من خونه به دنیا اومدم. آره من بیمارستان شوروی به دنیا اومدم، آبان شمالی 1344 ده آذر. بهت نمیاد ولی قربونت. پس هم متولد آذر. منم متولد آذرم. چندو؟ 29 آذر. آخر آذر. آذری ها کلا همشون خوبن. من فکر کنم 12 ماه همه خوبن. بله. اینجا خودمون خرابن. میگفتش که بارون میاد 13 ماه 12 ماه بارون میاد ما هم چک میکنه. دقیقاً. من این سوال از همه میپرسم، از بچه‌هایی که دوران مدرسه ایران دوست بودین هنوز کسی هست که باش در تماس باشه، دوست باشین با هم؟ اکثرا. بارکلا. ما ریونیون داریم. ریونیون حتما بچه‌های ایران میدونن. بله یعنی دوباره به گرد هم گرد همایی که دوباره هم دیگه رو می‌بینیم. ریونیون داریم بچه‌هایی که از کودکستان ما با هم بارکلا مدرسه ارامنه رفتیم کودکستان. من 50 سال گذشته بیشتر. آره دیگه 54-55 سال بیشتر. آره 57 سال مثلا 3-4 ساله بودیم کودکستان، بالای 50 سال پیش. هنوز بچه‌ها با چون از کودکستان همه نیست توی یه محل زندگی میکنم، همه رفتیم یه مدرسه. الان شاید نزدیک 25 یا 30 نفرمون همیشه با هم این ریونیون ها رو داریم. خیلیشون آمریکان پس؟ اکثرا آمریکان. اوکی. کامران یدیدی هم یکی از اون بچه‌ها که تو کلاس من بوده. ولی کامران ارمنی نیست؟ نه کامران ارمنی نیست. ما تو کلاسمون سه تا غیر ارمنی داشتیم. اوکی. یکیش کامرانه. اوکی. یادیدی بود. اونم داستان داره که چجوری هم دیگه رو پیدا کردیم. اوکی. از بوردن خوب. آره. من. بله. بعد هممون دور هم جمع میشیم. یکی دو بار جمع شدیم. هر کی خانم بشه مثلا زوجش رو آورد با خودش، حالا دوست دختر، دوست پسر یا شوهر، زن، همسر و اینا رو همه آوردیم. بعد اون بعد وقت خوب میشینه ما داریم خاطرهای خودمون. شما هم میگی میشین اونها حالا. اونها خب براشون جذابیت نداشت خداییش. یه روز گفتیم آقا نه کنیم. نه ما با دختر و پسر قاطیم. گفتیم آقا شوهراتون رو نهاریم، ما هم زنمون رو نمیاریم، لاغل ما میشینیم با هم خاطره تعریف میکنیم. بله. بین ماست با... بله. ما با هم هم دوره بودیم و بعد وقتا میان رو میشینن نگاه هم دیگه میکنن. به هر حال الان هم هستن بچه، الان هم رستوران هی میان همشون گروپ گروپ های جمع میشن میان پیش من و شبای خوبی رو میگذرونیم تو مکان خودم. خیلی خوبه. اونجا رو هم رستوران ریمادل اینا هم کردیم. اوه اصلا یه سال من نیومدم هنوز. من یه سال و نیم ما اونجا کار کردیم. اصلا چشاتو بعدم برم اونجا باز کنم نمیدونی کجایی. حتما پس ما بعدم برنامه بذاریم بیاد. حتما بیاین رو چشم. حتما دوست مشترکمون بیاد با هم میایم میرامین. آره. حسین جان خیلی دوستت داره. آقا منم خیلی دوستش دارم. یکی از آدمای گل درود سرزمین. بله. خیلی خب پس با دوستاتون در رابطه هستیم. بله. اولین باری که از راه انترتینمنت حالا یا شو یا خوانندگی پول در آوردی یادت میاد کی بود؟ همون سال 93-94 بود، اوایل 94 بود که یه کاباره بود توی گلندل. خب قبلا ابی، هایده، سوزان و روشن شوره اونجا میخوندن. من تازه اومده بودم آمریکا، اولین بار خواهر من چون خواهرم اینجا بودن که من اومدم سال 1983 منو گفت بیا ببرمت یه جا ابی میخونه. ابی اینجا تو گلندل میخونه؟ آره. ابی هنوز اون موقع کنسرت های بزرگ نمیذاشت. تو کاباره تهران بود و یه دونه همین کلاب پولی پورت. بعد
توسط خواهرم رفتیم اونجا ابی رو دیدم. بعد سالها که گذشت من شروع کردم، اولین شبی که خوندم تو همونجا بوده. اوکی. یکی از دوستای ارمنی من که عروسی خون بود و اینا، ولنتاینز بود که من اولین بار برد رو صحنه و من این کار تقلید ستاره انجام دادم که همه اینجوری نگاه میکردن گفتن چه اتفاقی داره میفته، مگه میشه یه نفر این همه صدا تقلید بکنه. از اونجا بعد مثلا یه دو سه ماه تو بلندر خوندم، رافی خاچاتوریان روحش شاد، اون با احمد مسعود دوست بود و رفیق بود، نادر رفی اینا منو برد کاباره تهران، با آقای احمد مسعود آشنا کرد کاباره تهران که گفت این جوون اینجوریه و گفت جمعه بیاد اینجا بخونه، من بهش میگم که ادامه پیدا کنه یا نه. okay. رفتم اونجا خوندم و گفت از فردا اینجا کار میکنی. گفتم باشه. گفتم پول چی میدی؟ گفت پول نمیدم. گفتم منم نمیخونم. خدافظ. آره مزروز اول پول گرفتم ازش. اوکی. معمولا خواننده‌ای که تازه شروع میکردن بله کاباره پول یا پول نمیدن یا کم میدن. آره خیلی کم میدن. بله. از اونجا شروع شد دیگه. من برنامه مجانی خیلی خوندم برای ارگانیزیشن های خیریه، برای چریتی. من خیلی مجانی خوندم، خلانش هم میخونم. افتخار میکنم که میتونم مردم رو بخندونم توی چریتی هم به خاطر اسم من، حالا فقط من نیستم، کلن ارگانیزیشن هم همه چیز دست به دست میده، یه عده مثلا 1000 نفر آدم. بله. با افتخار میرم میخونم، چرا که نه، به خاطر اینکه به هموطنام کمک میکنم. برای کازی من تا حالا قبل از اینکه سرطان مبتلا بشم به سرطان 4 بار برای کنسریا خوندم. برای سیتی آب خوب خوندم قبلش، خیلی قبل. با اینکه هیچ وقت فکر نمیکنم که شاید من یه روز دوچار سرطان بشم. آره. احتیاج داشته باشم، ولی من رفتم به خاطر آدمایی که محتاج خیری هست دیگه. بالاخره آدم این کارا رو باید بکنه. آدم باید همه هم از آن میخونم سرطانی هم باز آن میخونم. سر سرطانی هم باز هم محرم داری که دیگه دارید؟ 100% of course. خب میخوام به بچه هایی که دارن ما رو از طریق اینستاگرام میبینید بگم که کنسرت های لاس وگاس در کریسمس گذشته، همین 8-9 ماه پیش، خب منم اونجا بودم و حضور داشتم. شبیه که کنسرت داریوش عزیز بود، داریوش روی صحنه بود و داشت آهنگاشو خیلی خوب، ساوند خیلی خوب، خیلی کنسرت باحالی بود، کنسرت خیلی خوب بود. داریوش جان داشت، داشتیم لذت می‌بردیم و کیف می‌کردیم. آهنگ شروع کرد ارکستر داریوش زدن، خب ما می‌دونیم داریوش هم پلی بک نمی‌کنه، لایو می‌زنن. لایو اجرا شد و شروع کرد، دیدم داروش داره میخونه تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره، ولی میکروفون پایینه، میکروفون بالا نیست، داروش داره میخونه. یه دفعه میخ شدیم از اون گوشه مایکل اومد تو، این خود داروش. اینا خیلی سورپرایز عجیبی بود. فکر کردم پلی بک. نه همه فکر کردن، اصلا هیچ کس فکر نمیکرد، یعنی ما من بیام اصلا، مخصوصا بعدم اینکه میدونستیم مثلا حالت مثلا مایکل چه جوری بوده، تازگی حالش بهتر شده، ولی فکر نمیکردیم اصلا مایکل باشه بیاد به صحنه. خیلی سورپرایز باحالی بود، یعنی همین که باحال، یعنی اینقدر همه کیف کردیم و لذت بردیم، اشکمون در اومد. من واقعا اشکم در اومد اون شب. همه گریه میکردن. حتی تو مطبوعات تو ایران من میدیدم که آره من چیز ایرانو دارم میدیدم، زده بود حتی مایکل در کنسرت داریوش بعد از گذراندن مثلا دوره بیماری. آره در صورت اومد اون همون آهنگو خوند، بعد با داریوش با هم خوندن این آهنگو، بعدم که همین آهنگ نامه‌ای که الان برای شنوندگانمون داریم توی رادیو پخشش میکنیم، آهنگ نامه رو اجرا کرد، بسیار عالی و خیلی خوب. من برای پیغام هم گذاشتم، خیلی هم خوشحال شدم. آره آره. ویدیو قلبم... ویدیو هم گذاشتی، ممنونه. آره من خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. خیلی ها ایموشنال شدن یعنی. بله بله. من خودم نتونستم حرف بزنم، مقررمون با داروش بود که حرف بزنیم. درباره رسانه ها مخواستیم یه ذره رسانه ها رو عذیتش، نه که عذیتش کنیم، گله کنیم ازشون، ولی موقع ایموشنال شده بودم داریش اونجور نیدم که احساساتش رو بودی. آره خب من مایکل رو تنها بزنم. سه دقیقه وقت داریم حرف زنیم. اوکی. آهنگ زیبای نامه رو با صدای نازنین
مایکل جان شنیدید؟ مرسی. کار زیبای ژاکلین عزیزه. آخه امروزم اون حالش خوب نیست. بله چه خوب که گفتیم. شنیدم و خیلی ناراحتم. من دعا میخونم براش که انشالله سلامتش برگرده. حتما این کار این اتفاق میفته. ژاکلین هم خیلی قویه. بله بله. ژاکلین هم کاراکتر قوی داره. مطمئنم این مریضی رو میکوبتش زمین و سربلند از این مبارزه بیرون میاد. بله حتما. شعر و آهنگ از ژاکلینه. شعر و آهنگ از تنظیم؟ تنظیم رو من عوض کردم. تنظیم رو کابه حقیقی درست کرده بود، دوست خوب من. و تکنو چهار چهارم بود. بله تکنو بود و خدایش من زیاد حال نمی کردم. میخواستی احساسی؟ آره آهنگ با احساس. و اینو دادم کیبوردیست خودم هوبی پالویان که از بزرگان موسیقی ارمنستانه. بله وایلنیست خودش اومد آمریکا چون برای وایلن زیاد چابه چیز خبری نیست، رفت تو کیبورد و اینو اینجوری تنظیم کرد که خیلی دوست دارم و الان 13-14 ساله که دارم اینو میخونم و واقعا خودم حال میکنم چون من عاشق ایرانم هم مثل همه بقیه ایرانی ها که هم داخل کشورم هم خارج از کشور هم عاشق وطنم. بله پیامای بازرگانی آهنگ بریم. پیامای بازرگانی بله. قسمتی از همون آهنگو میشنویم با آهنگ و پیامای بازرگانی. چقدر زود شد آگه یا سوانگو کامپنج چهاره یا جالبه این ایران که میخوندم تو استودیو ژاکلین بود. خدا بیامرزه جمشید علی مراد. آخه جمشید علی مراد هم بود کابه حقیقی استودیوش بودیم و من دادم بودم گوش داده بودم رفتم تو خونه تمرین اومدم گفتم خب این استودیو بخونیم ولی مثلا وقت گذاشتم مثلا 4-5 ساعت با این اومد بخونیم بروز که من که اصلا نمیدستم چی به چی هست. رفتم تو استودیو گوشی رو گذاشتم کابه حقیقی چیز کرد آهنگ زد رو شروع خوندم تاشو میدونستم خب مثلا یه تیک نمیخونی که مثلا چه میدونم 5-6 تیک 7 تیک 10 تا تیک بعضی خب آهنگ هم سخته هم بله. آهنگ تموم شد حالا وایستدم حالا اونا اون برای شیشه خب من که نمیشنم چی دارن میگن با جمشید علی مراد ژاکلین دارن صحبت میکنم با کابه حقیقی اینجوری کردن اینجوری کرد بیا گفتم بابا اینا چه خرابی دادم چیکار کردم مثلا اینا الان میخوان چیا به من بگن. در با کردم منم وایسادم گمی بشین گوش کن ژاکلین. گفتم خیلی بده. جمشید علی مراد گفت پسر تو باید میرفتی اصلا خواننده میشدی. گفتم چرا؟ گفت به نظر من اصلا لازم نیست دیگه تیک دوم رو بخونی. گفت ولی خب کار ژاکلینه به من ربط نداره. گفت بشین. نشستم آقا اینو گذاشت و کابش رو فرنگولک کرد و پولم کرد نشستم. گفت میخوای دوباره بخونی؟ گفتم من نمیدونم. نه من به گوشم خیلی خوبه شما بگو کار ژاکلینه شما بگو. گفت پدر سگ خیلی خوب خوندیش. برای اولین بار رفتی ریکوردینگ؟ گفتم دمتون گرم. آدرسی تموم شده بود سشن. گفت برو. گفتم همین مباسه بعدیه بعد دمت گرم. شما هم یکی رو خوندید دیگه؟ آره همینه. من فقط یکی نامه رو خونده. نه بابا 8 آهنگ دارم. آه هیچ کدومو ندادم بیا. نگه داشتم. نگه داشتم آخه دیگه کهنه میشه آهنگو نمیخونی دیگه. اون مال اون زمانه مثلا مال اون زمان 8 تا خونده. آره 8 تا خوندم دیگه. نه اونا رو ندادی بیا. چرا؟ داریش نذاشت. نه چون لاجیکال منطقی. آره گفت تو چرا میخوای خواننده؟ خب خواننده این همه هست کار تو رو ایشکی نمیشه ایشکی. بله اینجوری یه تک خیلی منحصر به فرد. خب همه دارن این کارو میکنن. بعد گفت یه چیزی رو در نظر بگیر. تو اون بالا داری آهنگ شیک تو داری میخونی یارو از پای میگه داداش شمعی زدم بخون. تموم شد. بله حالا مثلا یکی دو تاشو بردار خوبه خوشگله فلان اینا رو بذار لابلای برنامه مثلا. حالا مثلا اینه که دوستان خودتون هم دیگه میدونید که مایکل الان هر کسی رو بخواد راحت میتونه قشنگ تقلید کنه به خوبی. به خوبی یعنی توی برنامه که برای طوفان خدا بیامرز گذاشته بودن طوفان هم این کردن از اون اشخاصی بود که حیفش شد.
سنمون میره بالا، به هر کی راجبش حرف بزنه میگه خدا بیامرزه. دیگه گفتی آخه، دیگه سن تو گفتی، میخواد به این بالا و پایین نداره دیگه، کارش نمیشه دیگه، داره میره بالا دیگه. بله اونجا هم خیلی اون اجراات هم خیلی باحال بود. حالا میخواد پشت میکروفون برای وقتی که رادیو شروع شده یا همین الان میخوای که قسمت برامون اجرا کنی؟ باش رو آنتن. الان پس یک کمی الان اجرا کن، بعد رو آنتن هم یکی دیگه اجرا کن. الان اینستایی بریم برای یکی آنتنی داشتیم رادیویی. کدومو؟ هر کدومشو دوست داری. ماه در میادم خوبه. ماه در میادم خوبه. یه داروش هم ولی باید بره. با داروش شروع میشه دیگه. نه با ایبی شروع میشه اون. میگه اگه ماه در میادو میدادن دست هنرمندهای مختلف مارتیک نمیخوندی رو. مارتیک چون میخونه خیلی لطیف میخونه. آهنگ لطیفه. ماه در میاد که چی بشه؟ میخواد عزیز کی بشه؟ اینجوری میخونه. حالا اگه مثلا اینو میدن دست ابی یه دفعه ای یا ابوالفضل. ماه در میاد که چی بشه؟ میخواد عزیز کی بشه؟ ماه در میاد چه کار کنه؟ میکروفون از تلفن میگیری نه؟ آره آره. بابا اینقدر داد نزن، این ملت شاید بخوام بخوابن. همون جوری که تو کنسرت های من اکثر مردم خوابن. البته تو کنسرت های من 50% خوابن، یه 20% در حال گریان، یه 30% هم که زدن اصلا نیستن. ابی جون این آهنگ با لطافت باید اجرا بکنی، اینجوری باید بخونی. ماه در میاد که چی بشه؟ میخواد عزیز کی بشه؟ ماه در میاد چه کار کنه؟ باز آسمونو تار کنه. عالی عالی. یعنی خوبه تصویر. بسیار دیگه برنامه خودمونی دیگه، اینستاگرام و لایو و دیگه همه جوره. دوستان دیگه خوب و بعدیشو میبخشین دیگه. بدون آمادگی نگفته بودم ما چی کار باید کنم، میدونستم یک کراوات میبستم میمدم خونه. خب اگر توی این شغل این کار نمیومدی فکر میکنی چه کاره میشد؟ ببین من قبل از که بیام تو شغل خوانندگی، البته من این کارو از بچگی کردم، این تقلید صدا رو. کوچیک که بودم تقلید صدای کارتون ها رو میکردم، بعد یواش یواش صدای خواننده ها رو طرز خودشون خوندم، بعد که بزرگتر شدم تقلید صدای خواننده ها رو میکردم. من قبل از اینکه بیام تو کار هنری، من کانستراکشن کمپانی داشتم، شرکت تاسیساتی داشتم، یه کمپانی کوچولو داشتم، مثلا 6 نفر 7 نفر مکسیموم برای من کار میکردن، کارهای ساختمانی میکردن، یعنی تاسیسات ساختمان، کشی و اینا، و خیلی هم خوب پول در میآوردم. میخواستم بگم اگه همون کار ادامه میدادی الان خیلی وضع توپ تر. آره خیلی خوب پول در میآوردم و این عشق، حالا نمیتونم بگم عشق صحنه و استیج، بخاطر اینکه رو صحنه و استیج نرفته بودم، عشق این کاری که بتونم مردم بخندم، چون من از بچگی همه رو خندوندم. همین ریونین هایی که میگی، همه بچه ها که جمع میشیم باز من شروع میکنم اون کارهای خنده‌دار رو انجام دادن. موامون سفید شده ولی اون بچگی هنوز تون هست. حتی رستوران هم کودک درونه هنوز اون تو مونده، گیر کرده نمیاد بیرون. یه دو هفته پیشم بچه اومده بودم پیش من رستوران، سر میز وایساده بودم، یعنی میخندیدیم. بعد خب مثلا یه سری با شوهراشون بودم، یه سری با خانوماشون بودم، گفتم ببین میدونین چیه، این دخترها رو همه هم کلاسی های من، هیچ وقت اینا عاشق من نبودن، من عاشقانه دوست داشتم ولی اونجوری نبود. خب مثلا جوانی مثلا از اینکه خوشت میاد تو اون خطاب با من نبودن، خیالتون راحت، چون من همیشه مسخره بازی میکردم، میخندوندم اینا رو. مثلا پارتی مارتی تو خونه تولد اینا که میرفتی، من همیشه میرفتم انگولکشون میکردم مثلا از بغلشون انداشتم میرقصیدم، داشتم میرقصیدم، کارهای اینجوری که همیشه دوست داشتم. هم خودم آدم شادی ام، هم دوست داشتم اطرافیانم و مثلا خونواده خودم، مادرم، دوتا خواهرام، بابام، دایی، فلان، همه رو وقتی میومدن
این جبه نوشابه ها بود، پلاستیکی بود، میرفتم می آوردم چپش میکردم وای میست که نیافتم توش دیگه، وای میستادم میشم فریدون پروسا. شب بود بیابان بود زمستان بود، بوران بود سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود. حتی اون موقع بچه بودم فقط ادای فریدون پروسا صداشو نمیتونستم، الان حالا یه خود صداشو ترمیم. اینه که اگه اون نبود تو زندگی من، تو کار همون تاسیسات ساختمان بودم و با افتخارم این کارو کردم، خیلی هم دوستم. الان هم کارهای خودم و تو خونم تمام ریمادلینگ و اینا رو عمل خودم انجام دادم. رستورانم رو که باز کردم من تو اون موقعیت بعد سرطانی که عالم تو بیمارستان و ریدیشن نا نداشتم، یعنی خانوم من منو از رو مبل میخواست بلند کنه دلا میشد، من گردنش رو میگرفتم با زور دست آخه. من و زور اون منو از رو مبل بلند میکرد، میگفتم منو ببر سر رستوران بسه من اونجا باشم، فکر نکنن تو تنهایی من باشم. ولی رفته رفته یه ذره حالم بهتر شد، شروع کنم خورده خورده اون کارهای اونجا رو انجام دادن، کانترکتر رو قول میدادن نمیومدن، من مجبور شدم خودم بیام چون آره بیام چون بیام چون شروع میکنم. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه ریتم شب رو داریم میشنویم و ادامه برنامه ما گفتگو با مایکل عزیز هستش. همونطور که گفتم ما از طریق اینستاگرام هم لایو داریم گفتگومون رو ادامه میدیم، دوستان عزیز هم هستن که دارن از اینستاگرام ما رو میبینن و مطلب یعنی این برنامه رو هم حتما سیو میکنیم میذاریم دوستان عزیز دیگری هم بیان ببینن. با مایکل داشتیم گفتگو میکردیم در رابطه با موقعیتی که بوده و چه کار اگر این کارو نمیکرد چه کاری میکرد که صحبت میکردیم، گفتش که خانومش توی این مدت خیلی کمک کرده بهش، مخصوصا برای کارهایی که حالا داخل خانه یا بیزنس همسال هم داشتن. من میخوام از اینجا خدمت همسر گرامی ایشون سلام عرض بکنم، ذکر خیرشون همیشه بوده، خب افتخار آشنایی هم دارم با ایشون، ولی خب خواستم بگم که دم شما همسر نازنین گرم که پا به پای مایکل عزیز بودی و هستی، امیدوارم که پای هم پیر شین، پیر به معنای واقعی و خوش و خرم و سلامت باشی. انشالله واقعا مثل فرشته بوده واسه من. من همه جا میگم اینم الان اینجا از رادیو به خدمت شنوندگان شما میگم، جوری که الی، اسم خانومم الی، بله الی خانوم، جوری که الی از من مواظبت کرده، مراقبت کرده، تنها بشری که میتونه واسه یه بشر دیگه این کار رو انجام بده یک مادر نسبت به بچهش. آخه یعنی از عشق زن و شوهری خیلی فراتر فراتره. بله. مثل یه مادر، خب من مادرم فوت کرده، خدا رفتگان همه رو بیاموزه، من خب مادرم نیست، پدرم هم نیست، دقیقا مرسی همچنین مثل مادر من رو مراقبت کرده و من هیچ وقت یادم نمیره و مخلصشم همیشه بودم همیشه دوستش داشتم، به خاطر اینکه ما با هم همچنین کلیک هستیم که خدا رو شکر پای هم پیرشین به سلامتی. خب مایکل جان، برای اینی که مایکلی که الان هستی بشی، پلن چیزی داشتی یا اینکه خودش شد؟ خودش شد، هیچ پلنی من نداشتم، اصلا فکر نمی کردم به این جایگاهی که هستم، حالا هر جا هست مهم نیست، مهم واسه من مهمه که کجا هستم. تو اون جایی که هستم خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که تونستم تو این 28-9 سال خنده به لبان مردم بیارم. مسلماً همه نیستن که منو دوست دارم، اصلا امکانش نیست، امکان عقلی ما که دوست داریم قربونت برم، نه امکان عقلی نداره یه نفر رو همه دوست داشته باشن، اگه اونجوری باشه یه چیزی اشتباس. خب بالاخره یه سری نظراشون فرق داره، خیلی ها دوست دارن، این دیگه میتونیم بگیم. خیلی خوشحالم که تونستم تو این 28-9 سال شادی به خونه هاشون بیارم. خب قدیم با این ویدیو کاست ها مردم میدیدن، حالا تو ایران غیر قانونی بوده، بالاخره گیر می آوردم، پیدا میکردم، میدیدن، کاری به جز خندوندن من نکردم تا اندازه تواناییم دیگه، باری کردم و
خوشحالم که خدا این توانایی رو به من داده، حالا خوب بد متوسط هر چی که بوده بوده و مردم رو خوشحال کردم، چون مردم الان مثلا میان رستوران میان منو میبینن همه با عشق میان همچین منو بغل میکنن، میگن مثلا جوونن میگن ما با شما بزرگ شدیم، من از مثلا 5-6 سالگی مامانم اینه تو خونه ویدیوهای شما رو گذاشتن. حس خیلی خوبی دارم نسبت به کاری که کردم و پشیمونم نیستم، چون اون کاری که ساختمونی انجام میدادم شرکت تأسیساتی داشتم خیلی خوب پول در میآوردم. و وقتی اومدم تو کار خوانندگی خب یه سری مافیا بازی هایی که خودت میدونی چه جوری، آقا این نباشه اون نباشه فلان، خیلی راه سختی رو من اومدم. بله. و این 30 سال خیلی زحمت کشیدم که تا الانی که اینجا هستم و اصلا پشیمون نیستم، چون میدونم اگه تو اون راه مونده بودم خیلی بیشتر پول در میآوردم. بله. ولی لااقل این کاری که کردم عشق دلتو راضی کردم. بله. خودم خیلی راضیم از هستیم، از وجودم که برای مردم گذاشتم. دمت گرم. اتفاقا اون که گفتیم یکی از سوالام بود که خب خود دیگه جواب دادی به مایکل جان، ما برای دوستان توی اینستاگرام یک قسمت زحمت کشیدی اجرا کردی، برای شنوندگانمون هم در رادیو میشه محبت کنی یک نه دیگه به من گفتی یه جا باید اجرا خب اون مادر میاد، خب دوستان ما تو اینستاگرام دیدن اینو. بله حالا یه چیز دیگه یه چیز دیگه اون مصاحبه رو یه کوچولوش رو اجرا کنم که داریوش با عالم و آدم پرابلم داره. من همیشه گفتم داریوش زمان شاهنشاهی با اون رژیم پرابلم داشت، الان جمهوری اسلامی با این رژیم پرابلم داره و قول داده که با رژیم آینده هم حتما پرابلم داشته باشه. اینه که همیشه با همه پرابلم داره و این مصاحبه جوریه که داریوش یه طرف، بقیه هنرمندا میان که به داریوش ابراز احساسات کنن، داریوش باورش نمیشه. اولیش ابی عزیز میاد که به داریوش بگه چه احساسی نسبت به ابی جان شما چی داریم به داریوش بگی. دوست دارم سبت سبت باز گل عشق جوون زد، دوست دارم به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. آقای شمعی‌زاده اومدم ببینیم آقای شمعی‌زاده شما چی داری بگید. همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت، اگه با من بمونی روی سر میذارمت. مرسی آقای شمعی‌زاده. آقای ستار شما چی داریم به داریوش بگید. دوست دارم عاشقتم دیوونتم دیوونه، بذار تو من فدات بشم بمیرم عاشقونه. اندی جان تو چی داری بگی؟ تو ماه آسمونی در شب تارم، وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم، تو تک ستارم. مرسی اندی جان. داریش تو شما چی داری به این هنرمندا جواب بدی؟ شما که حرمت عشق و شکستین، کمر به کشتن عاطفه بستین، شما که روی دل قیمت گذاشتین، که حرمت دلانو نگه نداشتین. قربون همه گیشون. صدای خشدار خسته‌ای که دو شب پیش داشتم میخوندم، ولی خب صدا خسته، ولی دوستان ما همه بزرگوارن و میبخشن. مرسی. لذت بزرگی خودشون. مرسی مرسی. خب ما باید داریم پیامای بازرگانی رو بشنویم. این چرا پیام بازرگانی پولا رو چیکار میکنیم؟ دمت گرم. خب دوستان ما میتونیم این بر ادامه میدیم گفتگومون رو. ببین خیلی دارین از من کار میکشین بابا، اینا یه دلار رو ما پول ندادن از این برم دارم پول ندادن. پیامای بازرگانی آره پیام هم پیام بازرگانی پرشم پول در بره بابا، هم که پول ندادن یعنی مفتی همیشه داره میبین. بله دم همتون گرم. زنده باشین. خسته نباشین. خب مایکل جان، اگه یه شخصیت خاص، یه شخصی باشه که میتونه در حیات باشه یا نباشه، این توانایی این اجازه رو بدن یا اینکه موقعیتش پیش بیاد که باهاش ملاقات کنی، اون چه شخصیه؟ در هر زمینه ای هم میتونه مطرح باشه، حالا هنری هر چیزی. اوه چه سوال سختی کردی. یه شخص به خصوص.
باید شخصیت معروف باشه حتما. آره دیگه، معمولا چنین شخصی میتونه معروف باشه، یا اینکه یه شخصی باشه که خیلی دلت میخواد دوباره، یا اینکه یا دوباره یا اینکه برای اولین بار باهاش ملاقات کنی، قشنگ بشین یه چند ساعت گپی بزنین و صحبتی کنین. و پدرم آخه پدرم همش با همه. من پدرم رو حس میکنم، مادرم رو حس میکنم. من همیشه گفتم سر خاک سپاریشون هم گفتم، گفتم من هیچ ریگرتی تو زندگیم ندارم، افسوس نمیخورم، چون هر چی پشیمونی ندارم، به خاطر اینکه بچه خوبی بودم برای مادر پدرم، تا ثانیه آخر زندگیشون پاشون وایسادم، هم من هم خواهرام و بچه های خوبی بودیم واسه مادر پدرمون، و کاری نبوده که از من خواسته باشن براشون انجام ندم. و یه کاری کردم، هم من هم خواهرام یه کاری کردیم، هر دوتاشون سربلند بودن که مادر پدر با افتخار اسم ما رو می آوردن. دوست داشتم یه بار دیگه هم پدرم رو ببینم هم مادرم رو. یه بار من همیشه میگم قدر مادر پدراتون رو بدونید. بله من الان حاضرم هر چی دارم نداشتم یه بار این تلفنم زنگ بخوره روش نوشته باشه مامان. آخه دل آدم میشکنه. خدا زنده نگه داره اونایی که هستن، اونم که نیستن خدا رحمتشون کنه. من فقط میگم وقتی که ما به دنیا اومدیم بزرگ میشیم، بعد یادمون میره مادر پدرن که دستاتو میگیرن، بله، رو پات وای میستونن، قدم به قدم باهات میان، میخوری زمین برت میدارن، پاهاتو میبوسن، نازت میکنن، اشکاتو پاک میکنن. اینا رو آدم نباید یادش بره. درست. الان مادر پدرامون که پیر میشن، این چرخ زمون است، مثل زنجیره، این زمونه اینجوری میچرخه، یه روز بالای چرخ فلک، یه روز میای پایین. بله. مادر پدراتون بغلشون وایسین، دستاشونو بگیریم، نذارین بخورن زمین، نذارین تنها بمونن، دلشونو نشکنین. خیلی بد مادر پدر دلشون بشکنه از بچه ها. لطف کنین، برین سراغشون. حالا اگه با هم زندگی میکنین که خب هستین، ولی اگه خب ازدواج کرده هستین از خونه بیرونین، نصیحت نمیکنم. من داریم با هم پیشنهاده، داریم حرف میزنیم. خیلی عزیزن مادر پدر، خیلی خیلی ارزش دارن. میبخشید ما هر میخوام میام تو میام تو برنامه میام تو. واسه کلوزینگ چه آهنگی دوست دارید بذارم؟ هر چی دوست دارید. نه شما چون نامه رو یه گذاشتم نه نامه دو تا اجرا شب گذاشتیم، میخوان یکی از اجراهاتونه که توی یوتیوب چیزی هست بیاریم. هر چی دوست میتونید هست که فقط خودتون باشید داخل تو یوتیوب. فقط خودم باشم. آره بزن فروغی مایکل، بزن مایکل فروغی فارس را بزن. نه همون انگلیسی هم بزنی میاد. آره بزن. آره مایکل فروغی، فریدون فروغی را. آره اون خوبه، کوالیتش خوبه، بد نیست. بزنیم برای انتهای برنامه. آره الان داریم میشه. چقدر دیگه آگهی تموم میشه؟ 30 ثانیه دیگه. 30 ثانیه پس آماده باشیم برای اومد پولا رو رد کنیم. دوستان عزیز در ادامه برنامه با شما عزیزان هستیم. یه 7-8 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم در گفتگویی که با مایکل عزیز داریم. خیلی سریع میخوام برم سر سوالات و ادامه بدیم سوالاتم رو. مایکل جان اگه یه توانایی خاص مثلا پرواز کردن یا مثلا امثال هم بود که میتونستی داشته باشی، چی بود دلت میخواست داشته باشی؟ سوالا رو طرح میکنیم به آدم بگین آدم جواب داشته باشه. نه من خب میتونم مثال هم بزنم، نامرئی شدن، پرواز کردن، نمیدونم. نه نامرئی شدن خوب نیست، فضولیه اون. نامرئی بدید زندگی مردم. میتونستم یه قدرتی داشتم، میتونستم مثلا با یه بشکن برم ایران. با یه بشکن. این فیلم های قدیمی بود، میرفتن توی یه کپسول میزدن، میرفتن یه جا دیگه. خیلی خوب میشه. آره. بشکن اینجوری. نه این دیگه باید میرفتن. نه بشکن اینجوری که میرفتم یه سر اینا، بعد با یه بشکنم برمیگشت. آخه چه خوب. آره. خیلی آرزو خوبیه. با هم کاش میشد ما میتونستیم اینجوری بریم مثلا نهار بخوریم رستوران. آره. برگردیم. آره. من راه دور میرم، شما راه نزدیک. خیلی خوب، بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که
بیشترین اثر مثبت رو توی زندگیت فکر میکنی کی داشته؟ برای زن... کلن زندگی... تو کل زندگیت بیشترین زندگی... اثر مثبت کی داشته؟ هم پدرم هم مادرم. بله. جفتشون اثر خیلی بزرگی داشتن، چون مادر من بسیار زن مهربون و از خود گذشته، روحشون شاد، قربونت برم، و بخشنده. بارکرد. خیلی بخشنده بود، یعنی اصلا یه چیز باور نکردم. بله. پدر منم لوتی منش مرد بود، قدش هم ماشاءالله بلند، چارشونه من به طرف مادری رفتم قدم بود، بابا ماشاءالله شونه های بوده و با سیبیل و از اون مشتی های ایران تهران اینجا فوت کردن هر دوشون. اینجا فوت کردن هر دوشون اینجا، و اونم همین جوری بود. خیلی مرد بود، یعنی برای من یه جورای الگوی شما بود. آره، الگوی زندگی من هم پدرم هم مادرم برای چیزهای مختلف. که مردونگی گذشت، رسیدن به بدبخت یا خوشبخت یا هرچی، همه جوره با مردم باید خوب باشیم. پدر من اینجور باشیم، هر جا میرفتم قربون صدقه بابا میرفتم، قربون صدقه ماما میرفتم، نگاه میکنم میگفتم خب اینا چرا اینا رو اینقدر دوست دارن؟ بعد که بزرگ شدم فهمیدم چرا اینا رو اینقدر دوست دارن، چون آدم های خوبی بودن. درست. چون که گفتید کیو میخوای ببینی، به خدا گفتید پدر هر جفتشون. درسته. هر. خب بیشترین مشوق تو توی کار هنر کی بوده؟ بزرگ، یعنی هم آقای فیروزکار که این راه رو رفتم و دیگه از اونجا که افتادم روی و رفتم روی صحنه، دیگه مردم اونقدر عشق به من دادن، مردم مردم بودن. خب اون فتیله اول آقای فیروزکار گذاشت که من تو این راه اومدم و ازش همیشه تشکر کردم خوششان. و آره، مردم، به خاطر مردم، این احساسی که مردم به من دادن، این جیغ و سوتایی که کشیدن، بکستیج اومدن تشکر کردن، دیدم این حس خوبیه، من دارم یه کار خوبی انجام میدم، مردمو دارم خوشحال میکنم و همه با خنده. به قول داریوش میگفت تو لازم نداری خوانندگی کنی، همین کارت خودتی، خودتو داری رپرزنت میکنی، مردم تو رو میبینن آردی نیششون باز میشه، دندوناشون معلوم میشه وقتی تو رو میبینن، چون همیشه خندوندیشون. بله. گفت مال من فرق میکنه، من همیشه به گریه انداختمشون. آخه. همه روزای سنگینشون. و راستم میگه، مثلا من و داریوش با هم تور زیاد رفتیم و هر جا که ما دوتا رو با هم میدیدن مثلا میومدن میگفتن آقای داریوش حالتون چطوره، خیلی جدی. بعد که با من سلام علیکم گفتن وای مایکل جون حالتون چطوره، قربونتون. و دیدم راست میگه. و داریوش خیلی کمک بزرگی بوده در راه موفقیت من. بله. خدایش، چون من 45 تا کنسرت با داریوش عزیز رفتم تمام دنیا، هر جا که رفتیم به جز ایران، تو این 45 تا کنسرت خیلی برای من هم افتخار بزرگی بوده و هم کمک بزرگی در حق من کرده که اجازه داده من کنارش بایستم. دمش گرم، دمتون هم گرم که قدردانی میکنی. 100%. خواننده‌های داخل ایران رو هم کسی رو فالو میکنی، دنبال میکنی؟ من همشون رو دوست دارم، محسن چاوشی رو خیلی دوست دارم، شجریان رو خیلی دوست دارم، هم خب پدر، مرحوم پدر، بیشتر سر همایون، بیشتر همایون رو گوش میدم، چون پدر خب سبکش اصلا من متوجه نمیشدم هیچ وقت، ولی خب استاد بزرگ بودن. من همایون شجریان رو خیلی دوست دارم. همه خوبن، خدایش همه خوبن، الان یه نسل خیلی خوبی اومدن دارن. البته اینم بگم من تا حالا لایو ندیدمشون. خب یه سریشون مشخصه، مثلا همایون شجریان مشخصه، خود جنس. یه سری ها هستن که باید دیدشون. آره. تو استودیو خوندن خیلی خوبه. لایو چی کار میکنن؟ مثلا راغب خیلی خوب میخونه، لایوش رو دیدم. رضا بهرام خوبه، حامد رضایی خوبه. اینایی که دیدم میدونم خوبن، همشون خوبن، خدا حفظشون کنه، دل مردم رو شاد میکنن، زنده باشن، سلامت باشن، کارهای خوب ارائه بدن، ما هم گوش بدیم، حال بکنیم. سوال آخر چون وقت تمومه،
کسی هست که تا حالا اداشو در نیاورده باشی؟ جواب نمیدم. خیلی زیادن. خیلی زیادن که من تقلیدشون رو نکردم. ولی خب بالای 100 نفر رو من تقلیدشون میکنم. تو این 100 نفر ارمنی، انگلیسی، عربی، فارسی و اسپانیش. 5 تا زبون میخونم، بالای 100 نفر خواننده تقلید. یه نفرم اگه تونستی بیاش اضافه کن. چون تو طرفدارای من نمیشدن تا ادای تو رو در نیاورده. آره بعد دارم کار کنم. مایکل جان خیلی خیلی خوشحال شدم. مرسی از اینکه منو تحمل کردین. نه لذت بردیم. لذت بردیم. مطمئنم که شنوندگانم لذت بردن. سپاسگزارم. ممنون از فرشاد عزیز. فرشاد جان مرسی قربانت عزیزم. آقا دمت گرم. قربونت برم. خیلی خوشحال شدم که دیدمت و ممنون که اومدی. تایم بسیار خوبی بود. دوست داشتی؟ قربونت برم.